برای این آدم ها میلیونی خرج برمیداره. 41 میلیون. 43 میلیون. 3 میلیون. 200,000 تومان. 28 میلیون. 500,000 تومان. 5 میلیون. 400,000 تومان. 250,000 تومان. 16 میلیون. 5,700,000 تومان. 3 میلیون تومان. اینها مال باختگانی هستن که هنگام مراجعه به پیتزا فروشی در یوسف آباد آبر بانکشون رو بدون هیچ ملاحظه‌ای در اختیار صندوقدار قرار داده بودن. کارتشون میگرفتم دستگاه پوزی که عملا فقط به صورت نمایشی بود، فورا میکشیدم داخلش. به صورت به محصی که رمز میخواست، رمز خود مشتری میگفت، رمزش هم میگفت، اما همون موقع کامپیوتر تایپ میکرده. رمزو به راحتی به شما میگفتن؟ همش رو میگفتن. اگه رمزو به شما نمیگفتن شما دیگه امکان کپی نداشتید؟ نه اصلا. سارق برای برداشت بعدی پول از آبر بانک مال باخته کپی میگرفت. رمز دادم چون کارتخان ازم دور بود. تقاضای کارتای مختلف هم میکرد که این بانک نکشید یه بانک دیگر هم بده. مثلا چقدر خارج کرده بودن؟ نزدیک 600 میلیون. نزدیک 600 میلیون. از چند نفر؟ تقریبا 80 نفر. بخشنامه صادر بشه که فروشنده ها دستگاه رو بذارن دم دست که مشتری بتونن راحت در واقع این رمزشون رو خودشون بزنن. خب این مسئولش که کسی هست غیر از بانک؟ بانک این همه سود داره. یک ماه و نیم اینا داشتن این کار رو انجام میدادن. به نظر من بعد بازرسانی برصد تشکیل بشه که هر از چنگایی سرزده برن به مغازه سر بزنن. وقتی که کارت بانکی رو میخوان استفاده کنن حتما خودشون از دستگاه پوز استفاده کنن. چیزی رو که ما درگیرش هستیم اون به اصل اطمینانی هستش که بین مشتری و فروشنده اتفاق میفته. رو درواسی بذارن کنار.